زنی که برای انتقام خواهر دوقلوش دست به کارهای ماورا و طبیعی میزنه. گیلاسی سلام، امروز داریم با هم یه فیلم آدیتی یا اعجوبه محصول 2024 رو ببینیم که یکی از فیلم‌های خیلی پر سر و صدای امسال بودش و فکر کنم تو نقدای منفیش کلا یک یا دو تا مشاهده کردم، خیلی نمره بالایی گرفته. دلیلش هم اینه که یه ایندی هارره، یعنی متعلق به شرکت‌های معروف نیستش، یه گروه کاملا تازه کار ساختنش که خب خیلی خاصش می‌کنه. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپر و کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به خونه ای اطراف شهر میریم و با زنی به اسم دنی آشنا میشیم. خونهشون رو تازه خریدن، داره لوازم رو جابجا میکنه که دوربینش رو میزوگرافه خود به خود ازش عکس میگیره. با شوهر دنی یعنی تدم آشنا میشیم که توی تیمارستان کار میکنه و رئیس بخش اونجاست. دنی بهش میگه که خونه جدیدمون دارم سر و سامون میدم و امشب میخوام اینجا بخوابم. بعدم به خواهر خودش دارسی زنگ میزنه که جواب نمیده و براش پیغام صوتی میذاره و میگه ما وصل شدیم، به معنی اینکه اومدیم تو خونه جدیدمون. هوا تاریک شده و دنی چادری تو حیاط خونه زده که میخواد اونجا بخوابه و یه لحظه میره ماشین ژاکتشو بیاره که یه رفعه صدای میشنوه و با وحشت میدوه داخل و در رو قفل میکنه. لحظات بعد مردی به در میکوبه که اسمش اولینه. اولین یه چشم مصنوعی هم داره. با رفتار عجیبی به دنی میگه که لطفا بذار بیام داخل. من دیدم یکی اومد تو که خیلی ترسناک بود، ممکنه بهت آسیبی بزنه. بذار بیام تو تا ازت مراقبت بکنم. اما دنی که خیلی ترسیده میگه فقط اینجا برو تا به پلیس زنگ نزنم. بعدم تاکید میکنه که شوهرم داره میاد و اگه ببینتت بهت آسیب میرسونه. اولین هم میگه نه نگران نباش، شوهر دکتر تیمارستانه که من اونجا آزاد شدم، امشب هم قرار اونجا شیفت وایسه. حالا میفهمیم که اولین توی تیمارستان بستری بود و امروز آزاد شده و خیلی سریع اومده اینجا و همچین چیزی رو مشاهده کرده و حالا داره به دنی اخطار میده. دنی همچنان مردده که یه دفعه میره جلوی در و میخواد در رو باز کنه که یه دفعه صدای میشنوه و میریم به سکانس بعد. یه روز گذشته و یکی دیگه از بیمارهای تیمارستان داره تو اتاقش کلی نقاشه عجیب غریب میکشه که صدای بیرون میشنوه. هم که میاد بیرون با جنازه له شده روی زمین مواجه میشه که یه چشم مصنوعی مادهش افتاده که مشخص میشه جنازه برای اولین بوده. حالا میریم به یک سال بعد. مشخص میشه سر همون اتفاق دنی جونش رو از دست داده و حالا همسرش تد به دیدن خواهر دوقلوش یعنی دارسی اومده. دارسی نابینا و یه مغازه آنتیک فروشی داره که یه سری این لوازم تلس شده و اینجور چیزا میفروشه. الان هم داره زنگی رو به تد نشون میده و میگه این نفرین شده است. صاحبش یه هتل کار میکرده و به شکل وحشتناک جونش رو از دست داده. از اون موقع هم هر کسی که از این زنگ استفاده کرده و یه بار فشارش داده جونش رو از دست داده. تد که به این چیزا باور نداره میگه بیا امتحانش کنیم، اما دارسی حاضر نمیشه. خلاصه که یه توضیح دیگه هم در مورد قتل دنی متوجه میشیم، این که همه پلیسا اولین رو مقصر دونستن که همون روز بعد جونش رو از دست داده بود. اگه یادتون باشه یکی دیگه از های تیمارستان بود که جنازه رو پیدا کرده بود. هفته پیشم همون مرد سکته کرده و از دنیا رفته. ولی اون چشم مصنوعی اولین رو برای خودش نگه داشته بود و وقتی که دارسی از این قضیه با خبر میشه، از تد درخواست میکنه که چشم رو یه جوری براش بیاره. حالا تد این پرسه اینو برای چی می‌خواستی و دارسی میگه که من یه قدرتی دارم، میتونم هر کسی که به یه چیزی دست بزنه با دست زدن به همون جسم کل زندگی طرفو ببینم. اینطوری شاید بفهم که واقعا چه اتفاقی برای خواهرم افتاده. تد همچنان چیزا رو باور نداره و قبل اینکه خدافظی کنم از دارسی میکنه هفته بعد شام بیاد خونهشون. بعدم متوجه میشیم که الان با زن دیگه به اسم یانا توی رابطه است. دارسی وقتی اینو میشنوه خیلی ناراحت میشه که انقدر سری خواهرش فراموش کرده و تد میگه که یانا توی تیمارستان ما کار میکنه و داروسازه، همون اولم خیلی کمکم کرده بود تازگی با هم وارد رابطه شد. شب که دارسی به خونهشون میاد یه بار دیگه آخرین پیام صوتی خواهرش رو گوش میده. بعد از اینکه میگه ما متصل شدیم در مورد این حرف میزنه که یه دوربین توی خونه گذاشته تا اگه اتفاق ماورا طبیعی قرار بیفته اونو ضبطش بکنه. در آخر دارسی به همون چشم مصنوعی اولین دست میزنه و کل زندگی اونو میبینه که یه رفعه با عصبانیت سرش بلند میکنه که انگاری متوجه شده اولین بیگناه بوده. بعد هم میبینه که به مغازه خودش برمیگرده و یه صندوق خیلی عجیب رو برمیداره. میریم به یه هفته بعد. تد خواب بیدار میشه و دوست دخترش یانا هم اینجاست. داره دوربین رو چک میکنه و به تد میگه که این دوربین قبلا برای همسرت بوده، داشتم عکسشو چک میکردم که دیدم یه عکس دو روز پیش گرفته شده و خیلی ترسناک، انگار یکی توی خونه است. البته که تد باور نمیکنه و میگه حتما اتصالی چیزی بوده. ولی یانا به این اشاره میکنه که چند وقته هی حس میکنه یه حضور دیگه هم توی خونش اینه و مطمئنه برای دنیه، اما تد بازم باور نمیکنه. به هر حال یانا از تد میخواد که بیشتر پیشش باشه و تد میگه که این مدت خیلی شیفتام طولانیه، تا تقریبا یه هفته دیگه هم همه چیز درست میشه. اگه اذیت میشی از امروز برو توی شهر تو آپارتمان خودت بمون، شیفتام که به حالت عادی برگشت دوباره برمیگردیم اینجا. یانا یه چیز دیگه هم میگه، اینکه یه کادو برامون رسیده و از طرف خواهر دنی یعنی همون دارسی، همون جعبه ترسون که دیدیم از مغازه برداشته بود. کسی در میزنه
وقتی میرن دم در میبینن دارسی اومده به دیدنشون. تد شوکه شد و میگه اینجا چی کار میکنی؟ دارسی هم میگه خودت دعوتم کردی هفته بعد بیام شام خونتون. اونم بهش میگه اصلا فراموش کرده بودم من رو کلی شیفت دارم و نمیرسم. دوست دخترم یانا هم داره میره شهر کار داره. دارسی هم میگه من راه طولانی اومدم اب نداره شما برید به کارتون برسید ولی من اینجا میمونم شب خودم برمیگردم. بعدم دارسی میره جلوی همون جعبه‌ای که فرستاده بود درشو باز میکنه که یانا و تد هم محتوای داخلش شوکه میشن. وقتی تنها میشن هم یانا میگه باید این کادوها رو پس بفرستیم. اما تد میگه که اب نداره تو برو به کارت برس من میرم سر کار خودم وقتی برگردم همه چیو سر و سامون میدمش. موقع رفتنشون هم یه نگاهی به داخل جعبه میکنیم که میبینیم یه دست چوبی داخلش. با رفتن تد دارسی و یانا تنها شدن که دارسی در مورد جعبه‌ای که آورده صحبت میکنه. میگه این مانکن چوبی که داخلشه تو پنجمین سالگرد ازدواج پدر و مادرم یه جادوگر بهشون داده بوده چون میگفتن خیلی شگون داره که به بقیه چوب کادو بدید. منم برای همین اینو برای شما آوردم که یانا میگه ما تازه یک سال با هم آشنا شدیم مثلا پنجمین سال نیست که داری بهمون همین چیزی رو کادو میدی. برام که لوازمشو جمع میکنه تا بره به شهر متوجه میشه که دارسی این مانکن وحشتناکو درآورد و گذاشتش روی مبل. به هر حال خدافظی میکنه اما وقتی میخواد سوار ماشین بشه متوجه میشه که کلیداشو گم کرده و برای همین مجبور به برگشتنه. قرارم میشه تا برگشت همسرش بمونه چون فکر میکنه کلیدش توی ماشینه اونه. سر میز شام نشستن و با دارسی میخوان صحبت بکنن. میبینیم که مانکن چوبی وحشتناک هم سر میزه. دارسی از یانا در مورد شروع رابطهش با تد سوال میکنه و اونم میگه که وقتی همسرش فوت کرد تازه با هم دیگه صمیمیت‌تر شد. وقتی بحثشون به قتل دنی میرسه یانا میگه خیلی وقت تو این خونه میترسم. همش استرس دارم نکنه یکی دیگه از بیمارهای تد بیاد اینجا و بلایی سرم بیاره. اینجاست که دارسی بهش میگه اولین نبوده که بلایی سر خواهرم بیاره. اون انقدر باهوش بود که درو روی اون باز نکنه. پس من مطمئنم که اولین بیگناه بود و فقط براش پاپوش دوختن. حالا ادامه اتفاق اول فیلمو ببینیم. دنی بازم به اولین اعتماد نمیکنه و درو روش باز نمیکنه. اولین هم میگه باشه من الان میدوام تو شهر به پلیس خبر میدم چون گوشی ندارم تو هم که میگوشی تو گم کردی. فقط همینجا وایسا اگه اتفاقی افتاد سریع از خونه فرار. با رفتن اولین دنی میاد دوربین خودشو برمیداره با چراغ قوه یکم تو حیاطو میگرده و بعد میره توی چادرش تا اونجا قایم بشه. شروع به دیدن فیلم های تو دوربین میکنه و توی یکی از عکس ها مردی رو میبینه که وسط خونه وایساده و یه ماسک وحشتناک هم داره. با وحشت بیشتر یه بار دیگه زیپ چادر رو باز میکنه. کسی جلوش نیست ولی یه دفعه کسی از کنارش سر میرسه و نگاهش میکنه. برای چند ثانیه جلوش میشینه چکشی رو در میاره و یه دفعه بهش حمله میکنه و به شکل وحشتناک جون دنیو میگیره. دوباره به زمان حال برمیگردیم. یانا میگه ولی من مطمئنم که اولین بر رو سر دنیو آورده چون من گذشته اولینو میدونم. اون کسی بوده که به مادرش یه بار حمله کرده و انقدر به سرش ضربه زده تا جونش رو بگیره. خیلی آدم وحشیه. دارسی هم بهش میگه که تو حقیقتو نمیدونی. مادر اولینا بچگی بهش زور میگفت و آسیب فیزیکی بهش میرسونده. مثلا همون مادرش بوده که یه بلایی سر چشمش آورده که مجبور شده مصنوعی بذاره. برای همینم هم یه جا که دیگه میخواست بمونه که چشمش هم آسیب بزنه، اولین در خودش دفاع کرده و جون اونو گرفته. یولین هم حالا براش سوال شد و میپرسه اگه اولین اون کارو نکرده پس کی اون بلا رو سر دنی آورده. میریم به تیمارستانی که تد کار میکنه. یکی از دکترها به اسم آیوان رفیق صمیمی شه و دارن با هم صحبت میکنن. تد به این اشاره میکنه که اصلا نمیدونسته همسرش یه خواهر دوقلو داره. فقط یه بار رفته بود توی مغازه آنتیک فروشی، یه دفعه با دارسی آشنا شد و انقدر شبیه بودن که فهمیده خواهر دوقلوشه. یه دفعه تلفنش زنگ میخوره و یانا پشت خطه و بهش میگه که داشتم با دارسی صحبت میکردم و اون معتقده که همکارمون یعنی آیوان مسئول قتل دنیه. اون بوده که این بلا رو سرش آورده. تد هم شوکه میشه و میگه دارسی کلا رد داده. نیو چرت و پرت زیاد میگه. برو تو اتاق درو قفل کن تا من زود برگردم ببینم اصلا حرفش چیه. وقتی یارا برمیگرده داخل یه لفه متوجه میشه که مانکن چوبی داره به بالا نگاه میکنه و بهش زل زده. انقدر میترسه یه گوشی از دستش میفته و میشکنه. ولی وقتی دوباره مانکن رو نگاه میکنه به حالت عادیش برگشته. حالا میبینه که دارسی یه گوشه وایساده و انگار تو فکر و خیال خودشه. برای همینم تنهایی سمت مانکن میره. متوجه چند تا سوراخ روی کلهش میشه. با آرومی پنس میاره و اونا رو نگاه میکنه که متوجه میشه تو یکیش عکس بچگی دارسی و دنیه، توی یکی دیگهش عکس بزرگسالیشونه. چیزهای دیگه از جمله چند تا تار مو از دنی هم توی اونا پیدا میکنه که همین لحظه دارسی سر میرسه و با عصبانیت فریاد میزنه اونا رو برگردون سر جاشون. اونم که ترسیده همین کارو انجام میده. بعدم میدوه تو اتاقش تا بخوابه. میبینیم که دارسی جلوی مانکن میشینه و شروع به گفتن یه سری جملات ناشناخته میکنه. یانا که حوصله‌اش سر رفته دوباره دوربینو برمی‌داره و فیلم‌های قدیمی از دنی رو نگاه میکنه. توی یکیشون داره خودش فیلم میگیره که یه لفه دوربین میچرخه و روح دنی انگاری کنارشه که وحشت زده میشه. اما وقتی دوباره فیلمو نگاه میکنه اصلا همین چیزی وجود نداره. اینجاست که سایه گوشه اتاق میفته و وقتی فلش روش میفته میبینه که روح دنیه داره فریاد میزنه که فقط فرار کنه از اینجا برو. یانا وحشت زده سریع اتاق خارج میشه. میدوه طرف دارسی تا صداش کنه اما هرچی فریاد میزنه اون جوابی نمیده. حالا صدایی از داخل صندوقی میاد که براش هدیه آورده بود و وقتی میره سمتش توی اون سویچ ماشینو میبینه. برش میداره و میاد بیرون و سوار ماشین میشه و در حالی که داره فاصله میگیره دوباره روح دنیو جلوی در
میبینه، اما در آخر از این خونه فرار میکنه. ساعتی بعد تد به خونه برمیگرده و متوجه میشه یانا نیست و دارسی یه گوشه روی زمین افتاده. میره سمتش و میگه یانا کجاست، و اونم میگه که دنی انقدر ترسون داشت تا فرار کرد. تد در مورد حرفایی که یانا زده بود سوال میکنه و دارسی هم بهش میگه آره من مطمئنم همکارتون آیوان بوده که جون خواهر من رو گرفته. من اشتباهی فهم کردم اولینه به خاطر صحنه سازی که اون عوضی انجام داده و این من بودم که یه کاری کردم تا اولین جون خودش رو بگیره. آیوان باعث این اشتباه من شده، حالا باید هر جوری که شده انتقام ازش بگیرم. تدی به دارسی میگه تو خیلی فشار تو داری توهم میزنی، اصلا چطوری آیوان میتونه همچین کاری رو کرده باشه؟ آیوان حتی دنیا یه بارم از نزدیک ندیده بود. اینجاست که دارسی یه دفعه شوکه میشه و با صدای لرزان میگه تو بودی که آیوان انداختی جلو، به دستور تو این کارو انجام داده. چرا همون اول اصلا نگفتی میخوای ازش جداشی یا طلاق بگیری، فقط میخواستی جونش رو بگیری و اینطوری هممون رو به فنا بدی؟ حالا سکانس دیگه ای از گذشته میبینیم. تد توی دفترش میشه صبح به آیوان میگه بیاد اینجا و باهاش صحبت میکنه، با هم که دارن نقشه قتل دنی رو میریزن. آیوان سوال میکنه چرا ازت جدا نمیشی، اونم میگه انقدر دنی دوستم داره که به این سالگی ها ول نمیکنه، بلکه اگه بفهمه عاشق یانا شدم قطعا پول و خونه و همه چیزمو ازم میگیره. آیوان بهش پیشنهاد میده که سگ کن خونتون رو کامل بچینید و بعد به عنوان یه چیز دزدی مثلا صحنه سازی میکنیم، اما تد میگه دیگه اونقدر تحمل ندارم، باید همین امشب همه چی رو تموم کنیم. این در حالیه که آلین توی اتاق دیگه است و قبل از آزادیش تمام این حرفا رو میشنوه، برای همینم هم سریع اینجا میاد بیرون و میره سراغ دنی و بهش خبر میده که بعد اون اتفاقا میفته و دنی بهش اعتماد نمیکنه. دوباره به زمان حال میایم و دارسی میگه که من همه اینا رو وقتی به چشم مصنوعی آلین دست زدم دیدم، از اون موقع نقشه خیلی بودم که یه جور جونت رو بگیرم، ولی الان پشیمون شدم، میخوام یه کاری کنم که همه آبرو تو از دست بدی، دوست دخترت، پولت، در آخرم بیفتی زندان و به خاطر خواهرم تقاص بدی. تد به آرومی میگه که من واقعا همچه کارایی انجام ندادم، نمیدونم چطوری داری این حرفا رو میزنی. اون کاراگاهی که مسئول پرونده دنی بود و یادته، تو خیلی بهش اعتماد داشتی، منم همینطور، اون انقدری سند داره که ثابت کنه من بیگناهم و تو فقط رو توهم تصمیم میگیری. اگه بهش اعتماد داری بذار من برم پیش اون بهش خبر بدم و اون بهت زنگ بزنه و بگه که من بیگناهم، اون موقع شب بتونی بهم اعتماد بکنی. دارسی هم میگه اگه واقعا سندی باشه که اینو اثبات کنه اون موقع قبولش میکنم. تد گوشی خودش رو جلوی دارسی نابینا میذاره و بهش میگه هر وقت زنگ خورد فقط اینو جواب بده تا اون موقع بهت ثابت شه و همه چیز همین الان تموم بشه. با رفتن تد دارسی میزنه زیر گریه و یه بار دیگه به یاد خواهرش کلی اشک میریزه. میبینیم که تد به جای اینکه بره به ایستگاه پلیس به سر کار خودش میره و با تلفن به گوشی خودش زنگ میزنه. حالا واقعیت رو میبینیم، از جایی که دارسی نابیناه تد جلوی اون یه دریچه مخفی باز کرده که شبیه تلس و حالا که گوشی زنگ خورده دارسی به طرف تلفن راه میفته و بیخبر همه چی میفته توی چاله و به شدت آسیب میبینه. تد همکارش آیوان رو صدا میکنه و بهش میگه دارسی همه چیز با خبره، مطمئنم تو همه چیز رو لو دادی. دلیل حرفش هم میدونیم، تد کلا به این موارد ماوراءطبیعی اعتقادی نداره و وقتی که دارسی گفته با دست زدن به چشم مصنوعی آلین این چیزها رو دیده باورش نکرده. به هر حال با آیوان دستور میده که تو باید بری تو خونه ما الان چک کنی که دارسی جونش رو از دست داده یا نه، اگه نداده باید کارش رو تموم کنی چون تقصیر خودته. وقتی آیوان به خونه میرسه اول از همه میبینیم که مانکن چوبی دوباره حرکت کرده، ولی خب آیوان متوجه نمیشه. بعد میره توی همون تله ای که باز شده بوده و متوجه میشه که هنوز دارسی زنده است اما داره جون میده. به تد زنگ میزنه و میگه خیالت راحت بشه، کارش تموم و دیگه نگران نباش. دارسی با همون حال بعد یه دفعه دستشو میاره بالا و میگه که ما به هم متصلیم. بعد دستو میذاره روی سینه خودش و شروع میکنه به گفتن یه سری جملات و وردهای عجیب و غریب. حالا آیوان میخواد از خونه بره، با وحشت متوجه مانکن چوبی میشه که گوشه وایساده و به سمتش حمله میکنه. اونم با سرعت پا به فرار میذاره اما یه دفعه میفته و پاش آسیب میبینه. مانکن چوبی میاد سمتش، از پشت جمجمه اونو میگیره و میخواد لهش کنه و برمیگره میشه دارسی. در حالی که داره جون میده خواهر خودش رو طبقه بالا میبینه. با دیدن لبخند اون انگاری از انتقام دست میکشه و همین لحظه جونش رو از دست میده. از اون طرف هم میبینیم که مانکن چوبی بی حرکت میشه و آیوان زنده میمونه. میریم به سکانس بعدی. آیوان به خودش میاد، میبینه توی تیمارستان به تختی بسته شده. تد میاد سمتش طوری که انگار نمیشناستش، بهش میگه به خاطر گذشته‌ای که داری تو رو باید اینجا بستری کنیم و نمیتونیم بذاریم آزاد بمونی. آیوان با وحشت میگه اون مانکن چوبی حرکت کرد و بهم حمله کرد. تد به آرومی در گوشش میگه این غیر ممکنه چون من مانکن رو بردم بیرون و سوزوندمش، اگه واقعا یه چیز ماوراءطبیعی بود از بین نمیرفت. آیوان میگه تو رو خود منو آزاد کن، قول میدم به هیچ کس نگم چه اتفاقی افتاد، ما با هم دیگه همکار بودیم. تد میگه حقیقتش از همون اول به خاطر شرایطی که داشتی خیلی کار ریسکی بود که تو رو
آوردم اینجا و دیگه بیشتر از اینم نمیتونم ریسک کنم. حالا حقیقتی رو در مورد آیوان میفهمیم. در واقع اون یکی از بیمارهای تیمارستان بوده، ولی وقتی داشته آزاد میشده تد بهش پیشنهاد به بیان با هم دیگه همکاری کنن، چون خیلی آدم خطرناکی بوده، میدونسته که هر کاری بخواد آیوان براش انجام میده. خلاصه تد میگه اگه این خبر به بیرون درس کنه منم از کارم اخراج میشم. بعد از اتاق میره بیرون و میره سراغ یکی از بیمارهایی که به جرم آدمخواری اینجا بستری شده. اونو آزادش میکنه و میبینیم که این بیمار روانی با آیوان حمله میکنه و با وحشیگری شروع به خوردن گوشت اون میکنه. سکانس آخر فیلم میبینیم که تد توی خونهشون نشسته و اون زنگی که دارسی بهش نشون میداد و میگفت ماوراءطبیعی است جلوشه. از اونجا که به این چیزها باوری نداره شروع به زدن زنگ میکنه. وقتی هیچ اتفاقی نمیفته لبخندی میزنه، اما لحظه آخر میبینیم که مرد وحشتناک پشتش وایساده و میخواد بهش حمله کنه. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اگه این ویدیو رو دیدی و هنوز به کانال نشدی، امیدوارم این مانکن چوبیه بیاد سراغت. آقا من معذرخواهی هم بکنم، مریضم از صدام معلومه. یه دو هفته هستش خیلی درگیر این مریضی ام، کلا پستام کمتر شدم، ولی دارم بهتر میشم و طبق روال قبلی ادامه میدیم. آدیتی یکی از بهترین فیلم های امسال به نظرم حساب میشه. دلیلش هم سبک جدید ترسناکشه. ما همین مانکن چوبی رو که میبینیم از اول تا آخر فیلم هست و مدام باعث ترس ماست، ولی لحظه وحشتناک فیلم دقیقاً اون آخر توی کلیف هنگرش اتفاق میفته، اونجایی که یرفی به آیوان حمله میکنه. در مورد این جمله ما متصلین یا ما وصل شدیم هم خیلی توی اینترنت گشتم، ولی چیز دقیقی پیدا نکردم. یه جمله ایه که اون اول دنی میگه، اون آخر وقتی دارسی داره دنیا میره به زبون میاردش. چیزی که باهاش مواجه شدم اینه که کلا دو تا جمله کاملا شبیه اما با معناهای مختلفن. یعنی اون اول فیلم دنی داره به منظور این که تازه نقل مکان کردن صحبت میکنه و این جمله رو میگه، ولی انقدری برای دارسی این آخرین جمله خواهرش عزیز بوده که لحظه مرگش از اون استفاده میکنه، ولی به معنی این که روح خودش رو به روح اون مانکنه داره انتقال میدادش. فیلم جذابیه. خلاصه یه سوالم ازتون داشتم، من یه ایده زد بسرم که توی کانال یه وقت پستایی بذارم و بهترین فیلم های ترسناک دنیا، 10 تا فیلم برتر امسال، اینجور چیزا رو معرفی بکنم. اگه دوست دارید و علاقه مندید حتما کامنت بذارید که اونم توی برنامه قرارش بدم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتون هم کلاسیک.